بسم الله النور، بسم الله النور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله الذي هو مدبر الامور. سلام عرض ادب و احترام دارم به همه شما عزیزان و دوستان محترم فارسی زبان ما در هر کجایی که هستید. عزیزان و برنامه خودتان، برنامه زندگی روشنا را نگاه میکنید. انشالله که همواره زهدمند و سلامت، جانجور و تیار باشید. یک دوشنبه دیگه است و ما باز هم در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر بیانی هستیم. از حضوریشان استفاده میکنیم. سلام علیکم خانم دکتر بیانی، بسیار خوش آمده. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما و مجری خوب برنامه روشنا و همینطور همه بینندگان برنامه روشنا. سلام علیکم خانم دکتر بیانی. عزیزان و بینندگان محترم، همونطور که شما عزیزان و دوستان میدانید، در روزهای دوشنبه معمولا بحثی که با خانم دکتر بیانی بزرگوار داریم در مورد اخلاق شهروندی است و اینکه چه کنیم، چه خلق و خوی، چه اخلاق داشته باشیم تا به عنوان یک فرد در اجتماع چه شهری و چه روستایی یک فرد مفید باشیم، یک فردی باشیم که اخلاق حسنه و اسلامی داشته باشیم، در نهایت منجر به این شود که یک اجتماع خوب داشته باشیم، یک اجتماع صالح داشته باشیم و با اهدافی که مد نظرمان است از حضور در روی اجتماع برسیم. اما خانم دکتر، یک سوال دیگه در ذهن مطرح میشه با توجه به این حوادث اخیری که در کشور از ما رخ داده و ما اندیشه های جدید را برایشان مواجه میشیم، انسان های جدید را مواجه میشیم که میگوین که ما میخواییم که یک شهر و یک کشور و یک وطن اسلامی داشته باشیم، میخواییم کاری بکنیم تا کشور ما یک کشور اسلامی دیده شود، شهر ما یک شهر اسلامی شود و منطقه که در روز زندگی میکنیم اسلامی شود. خب سوال که ایجاد میشه ایست که یک شهر اسلامی چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ خب یک تغییراتی را هم میبینیم که در شهر ایجاد میشه، مثلا برخی از نمادها را حذف میکنن و برخی از تابلوهایی که در شهر وجود داره و پلاکارتها را برمیدارن و یا برخی از مکانها را تغییر میدن، کاربری مکانها را تغییر میدن و یا ای که همین مسئله ای که با مکتب رفتن اطفال چگونه باشه، چگونه نباشه، دانشگاه رفتن چگونه باشه، چگونه نباشه، پوشش مردم چگونه باشه یا چگونه نباشه، خب تغییراتی است که او چیزی که ما برداشت میکنیم از اینکه افرادی که میخواین و که به اصطلاح شهر را اسلامی بکنن این تغییرات دارن اعمال میکنن. سوال است که آیا ای اسلامی کردن شهر است و آیا یک رقم درست است که شهر به این روش اسلامی میشه یا نه؟ بازی را وقتی که ما با داشته های قبلی خودمان و شنیده های قبلی خودمان وقتی که کنار هم میگذاریم یک مقدار سردرگم میشیم، چون اگر که یاد شما هم باشه خانم دکتر که یک سخنی از یکی از بزرگان اسلامی که میگفت که من به غرب رفتم مسلمان ندیدم اما مسلمانی دیدم، و وقتی به شرق و به کشورهای اسلامی آمدم مسلمان دیدم اما مسلمانی ندیدم. یعنی این فرد تاکید میکنه برای که ظاهر اهمیت چندانی نداره، در غرب که ظاهر بسیار ظاهر متمدن و مدرن دیده میشه ممکنه که بسیار مسلمانی تر باشه و اسلام در رو بیشتر نمود داشته باشه یا برعکس. همینا رو کنار هم جمع میکنیم انسان سردرگم میشه. بالاخره خانم دکتر، شهر اسلامی چگونه شهری باید باشه؟ آیا در روایات از ما چیزی، روایتی، یک حدیثی وجود داره که ما بنابر او بتانیم تشخیص بدیم که شهر اسلامی چه ویژگی باید داشته باشه؟ بله، ما قبل از اینکه بحث امروز رو شروع کنیم با هم و گفتگوی امروز رو شروع کنیم، همین نکته رو یادآوری کنیم که گفتگوی ما در روزهای دوشنبه بر محور اخلاق میچرخه. یعنی منظری که ما از اون منظر تلاش میکنیم یک پاسخی بر این سوالها پیدا کنیم منظر اخلاقی است و شاید که مطابقتی یا لااقل شاید که یک چالش هایی داشته باشه با افرادی که منظر اونها یا سیاسی است یا هر منظر دیگه میتونه که افراد مختلف داشته باشن. اما چیزی که برای ما دغدغه است ای است که در همین تحولات چه اتفاقی بر نحوه اخلاقی شدن
مردم و چه تأثیر بر نحوه اخلاقی شدن مردم میتونه بگذاره. و اگر که به شهر اهمیت میدیم، اگر به اجتماع اهمیت میدیم، به خاطر ای است که باور داریم که در اجتماع میتونه که عوامل تسهیلگر اخلاقی وجود پیدا کنه و میتونیم که در کنار همدیگر به سمت اخلاقی شدن پیش بریم. پس این نکته را باید مد نظر داشته باشیم. ما فعلا بحث ما یا سیاسی نیست، یا حتی میتونیم بگیم که ممکن است که فقهی هم حتی نباشه، فعلا منظر ما منظر اخلاق است و امو فهمی که از این منظر به ما به دست آمده. چیزی که به نظر ما میاد که اگر که بخوایم دعا کنیم یک شهر، شهر اسلامی یا به تعبیر روزای دوشنبه ما یک شهر اخلاقی است، باید لااقل در 300 یا تغییرات و یا لااقل کندوکاو اتفاق بیفته، چیزی که در فلسفه هم به عنوان حلقه کندوکاو از او مطرح میشه. یک مسئله است که ساختار اجتماعی ما باید یک ساختار اجتماعی باشه که مطابق با ادعای ما باشه. ساختار اجتماعی که ما میگیم مشخصا قوانینی که چه اما افرادی که حاکم هستند و چه قوانینی که به لحاظ عرفی و عنعنوی در بین ما جریان داره باید مطابقت داشته باشه با ادعای ما. وقتی خانم دکتر حرف از قوانین میزنیم، بحث با سمت سیاست کشیده نمیشه؟ ما از منظر اخلاق که نگاه میکنیم میگوییم که در این قوانین باید اصل اخلاقی حاکم باشه. که او اصل اخلاقی خب قطعا در سیاست هم ممکن است که تکرار شود و ممکن است که برداشتای از او داشته باشیم، اما چیزی که به نظر از ما میاد و میتونه که یک نقطه کلیدی باشه برای سنجش ای که خواهمی تغییرات یا همی قوانین یا همی چیزی که از ما خواسته میشه دینی و اسلامی و اخلاقی و انسانی است یا نه، ای است که ببینیم ای اصل اخلاقی که در دوران زندگی حضرت رسول برو بسیار تکرار شده، در دوران ائمه و تا انبیاء پیشین هم برو بسیار تأکید شده که اصل عدالت است. یعنی اگر که قانونی میخواهد که اعمال شوه باید در او عدالت اصل اولیه باشه، اصل اخلاقی اولیه. ما عدالت را یک میل فطری میدانیم، یک خواسته بله، فطری میدانیم بله. و میگوییم که انسان ها خوش میشن از اینکه به عدالت به نسبت به اونها رفتار شد و یا خود اونها یک رفتار عادلانه داشته باشه. و اگر احساس بکنن که در جای عدالت وجود نداره، سعی میکنن که عدالت را ایجاد بکنن. بله. یا به سمت عدالت برن. و خب میفهمیم که وقتی که ما دین اسلام را معرفی میکنیم و حضرت رسول را معرفی میکنیم به عنوان اولین اما شاید نقطه شاخص و بارزی که از اسلام ما معرفی میکنیم دین وسط یا پیامبر دین وسط، دین معتدل حضرت رسول را معرفی میکنیم. حالا عدالت چی است؟ عدالت شاید که اولین سطح عدالت همین برخورداری برابر از همین منابع و منافعی که در اجتماع وجود دارن. ما برای چی به شهر آمدیم؟ ما میتونستیم که در روستا زندگی کنیم. به شهر آمدیم به خاطری که میخواستیم که دسترسی ما به خدمات تحصیلی بهتر شود و بیشتر شود. اگر که در شهر ما به امی خواسته و به امی منفعت دسترسی نداشته باشیم یا لااقل برخی از افراد شهر دسترسی نداشته باشند، شاید ما این دسترسی را داشته باشم، شاید من خود از من یک معلم باشم، بتانم در اطفال از خود آموزش بدم، بتانم که در اطفال همسایه آموزش بدم، اما اگر که در نقطه دیگری از شهر دسترسی محدود شود، به نام ای که اسلامی است، این میتونه که یک نقطه چالش سا باشه. ما نمیخواییم بگوییم که فلان گروه چی گفته یا چی نگفت، اما میخواییم بگوییم که اگر قرار است که شهر ما به سمت یک شهر اسلامی پیش بره، باید اولیاتی که در امو نسبت مساوی و برابر در دسترسی به منافع شهر است، که منفعت منفعت مادی برای ما مد نظر نیست، چون ببین بحث ما اخلاق است، بحث رشد است، دیگه ما امکان رشد و فرصت رشد داشته باشیم. ما در جلسات پیش خواندیم که طلب علم فریضه است. بله. بر مسلم و مسلمه.
و باز خواندیم که طلب حلال فریضه است بر مسلم و مسلمه. و باز ما میشنویم که برخی از افراد، نمیگوییم که این قرائت حاکم است، اما برخی از افراد میگویند که ما محدودیت های را برای خانم ها میخواییم که اعمال کنیم برای اشتغال خانم ها. آیا این رفتار میتونه یک رفتار عادلانه باشه یا یک رفتار اسلامی باشه؟ ما این میپذیریم که به تدریج به هر حال وقتی که تحولاتی در کشور ما رخ داده، تا ثبات ایجاد شوه و تا یک فضای ایجاد شوه برای که افراد بالاخره همی بحران و همی شرایط پشت سر بگذارند، احتیاج به زمان است. و اما ای که چطور اعمال میشه، ببینید وقتی که یک گروه از دختران من میشن، گروه پایین تر میتونن شرکت کنن، گروه بالاتر میتونن شرکت کنن، سوال ایجاد میشن. یعنی میتونه که امی یک عامل باشه برای که ما اعتماد خود خوره به ای که در این شهر میتونه منافع اخلاقی خوره منتفع شویم یا نه، ممکن است که از دست بدهیم. و باز در مرحله بعدی اعتماد خود به ای که حقیقتاً این شهر در حال اسلامی شدن است را از دست ادعای است که میخوایم که شهر اسلامی شود. و باز این را در کنار امی قضیه هم قرار بدیم که مردم ما مسلمان هستند. یعنی شاید ما بتانیم با صراحت بگوییم که 99% مردم ما مسلمان هستند. افرادی که خارج از دین اسلام باشند بسیار بسیار محدود هستند. و این تغییرات و این نوع قرائتی که ما از دین میدیم، باید مراقب ای باشیم که آیا اصل اخلاقی عدالت در اینها رعایت شده یا نه. ما نمیخوایم که برای اما قدرت حاکم طرح ایده بدون که آیا حتما باید ای اجرا شود. من فقط این منظر خود را بیان میدارم که چنین چیزی وجود داره و باید انجام شود. ای باید میتونه که در یک زمان، یک بازی زمانی طولانی انجام شود. ما در او هم گپی ندارم، اما میخوایم بگیم که اگر که قرار است یک شهر اخلاقی داشته باشیم، ساختار و قوانینی که در اون شهر حتی به نحو کوتاه مدت اجرا میشه باید عادلانه، بله، باید عدالت در نظر گرفته شود. مسئله بعدی که شما هم اشاره کردید است که در ابنیه ممکن است که تغییراتی داده شود. ابنیه برای ما مهم است، چه ابنیه شخصی باشه چه عمومی باشه، بخاطری که اما طور که ظاهر ما و شما میتونه که جذب کننده باشه، میتونه که مؤید ای باشه که من چی باورهایی دارم، چون نمیشه که یک نفر باشه که ظاهر و ظاهر اسلامی نباشه و باز ادعا کنه که من مسلمان هستم. یا ای که در یک منطقه ما وارد شویم بگویند که ما بسیار بهداشت و تمیزی را دوست داریم، اما منطقه اونها یک منطقه تمیز نباشه. بله، به خاطر اینکه ببینید ظاهر ما معرف ماست، بله، و به خاطر اینکه ما نمیتونیم که با گفتار افراد برای قضاوت اکتفا کنیم، رفتار و عملکرد رو هم باید ببینیم. ای که ما یک ابنی شخصی داریم و ای که باز اصل اخلاقی بر اینها حاکم است، ای هم یک مسئله بسیار جدی است. فضایی که ما زندگی میکنم، اما خانه‌ای که ما دارم، اما جایی که ما قرار است که در او آرامش داشته باشم، یک فضایی است که اصطلاحا میگوید که ما حق تسلط بر او دارم، یعنی مالی از ما است. در کنار امی حق تسلط داشتن، امی جایی که ما در او زندگی میکنم و رفتاری که در امو فضا دارم نباید باعث آزار دیگران شود. یعنی به صرف ای که امی خانه از ما است، من نمیتونم که یک صدا یا لیا آواز است یا هر صدای دیگه بلند بسازم. و در کنار اینها یک ابنی عمومی هم داریم. چون ببینید ابنی شخصی از ما، خانه از ما به خاطر منافع شخصی از ما است. میخوایم یک جایی باشه که من آرام باشم، میخوایم یک جایی باشه که من در او آزادی شخصی داشته باشم، میخوایم یک جایی باشه که اگر خواستم با افرادی گفتگو کنم و خواستم که این خصوصی باشه، یک حریم برای از خود ایجاد میکنم. برای ابنی عمومی هم یک
فوایدی و یک منافعی وجود داره، وگرنه ما اونها را نمی ساختیم. ما چون نیاز و درمان داریم، یک جایی را به نام شفاخانه داریم. ما چون نیاز داریم به ای که درباره مسائل دینی یا گفتگو کنیم و یا ای که سوال بپرسیم، یک جایی به نام مسجد داریم، تکیه خانه داریم. و ما چون نیاز داریم که اما خدمات شهری که به ما ارائه میشه ممکن است که خدماتی باشه مربوط به شاروالی، خواهی یک جایی داریم به نام شاروالی که در اون مراجعه میکنیم، مجوز کسب ممکن است که بخوایم بگیریم. پس چون منافع مختلفی ممکنه از همی بنای عمومی ما بگیریم، بله. امی بنا رو ما میسازیم. یک روایت هست، روایت بسیار زیبا از کتا هم هست، از حضرت رسول که میفرماید اما بناهای خودخوره، گالی فعلا ما شهر میگیم دیگه، شهر خودخوره مشرفه بسازید. حالا مشرفه چی است؟ مشرفه یعنی که دارای قدر و قیمت باشه. دارای قدر و قیمت باشه یعنی وقتی که یک نفر وارد این شهر میشه چشمنداز داشته باشه، چشم نواز باشه. نمیتونیم بگیم که آله، اگر بخوایم باز شبیه سازی کنیم و باز بخوایم که درباره الان صحبت کنیم، شهر باید یک ساختار شهری داشته باشه. یعنی یک اجتماعی که شما وارد میشید و با عنوان شهر میشناسید، او باید چارچوب شهری خود خود را داشته باشه. یعنی درست است که بر اساس قاعده باشه، بر اساس بله، نظم بله. باشه که ما نگاه میکنیم دیگه پریشان نشویم که هر جای یک خانه بله. سر برآورده و یا خانه های کوچک کوچکی. و برخی از مناطق کابل است خانم دکتر که بسیار زیبا هستن. من چند وقت پیش یک فیلم برداری هوایی را نگاه میکردم از برخی از مناطق کابل، بسیار زیبا، خانه ها بسیار بر طبق قاعده، خیابان ها، سرک ها، درختانی که در بین خانه ها وجود داشت بسیار معیاری ساخته شده بود. فکر میکنم که چنین چیزی احتمالا مد نظر است که وقتی ما نگاه میکنیم یک حال خوب به انسان دست میده. بله. و ببینید، ما قرار است که در شهر به سمت نظم پیش بریم، چون خود داشتن نظم و انضباط میتونه که یک صفت مثبت اخلاقی باشه. ای که ما خداوند را ناظم میدانیم، بله. یعنی یک وجه مثبت است و تلاش میکنیم که به او سمت پیش بریم. ولی که آلی چه رقمیم یا این گپ است، اما ای که باید چطور باشیم، بحث ما این است که خب او چیزی که ایدئال ماست، او چیزی که آرمان ما هست، درباره او صحبت میکنیم. پس شهر چشم نواز نیاز داره به ای که علاوه بر ابنیه، علاوه بر ساختمان هایی که متناسب باشند، نمیگوییم که حتما باید ساختمان ها اما چند طبقه باشند، 40 طبقه، 50 طبقه، نه، متناسب با ظرفیت اما منطقه باید باشه. و چه بسا که در بسیاری از شهرهای کشور ما رشد افقی شهر قابل انجام باشه، و خود چه بهتر که چنین هم باشه. خانم دکتر، چیزی که به ذهن از من میرسه است که یعنی نکته ای که به ذهنم رسید است که پس ما نمیتونیم که مدیریت شهری رو نادیده بگیریم. بله. داشتن یک سیستم مدرن، یک سیستم بروز، یک سیستم علمی برای مدیریت شهر، یک شاروالی و اینجور چیزها رو نادیده بگیریم. بس سبک قدیم نمیشه که پیشرفت و شهرها را جلو برد کارشان را. باید که یک سری تغییرات حداقلی را در دولت و سیستم شهری و مدیریتی بپذیریم. بله. و غیر از که شما نکته بعدی ما را گفتید، ای که یک بار است که نگاه ما به نظم و همی ساخت و ساز در شهر است، یک بار دیگه که باز ما را بسیار مهم میدانم در اخلاق ای است که شهر ما چطور مدیریت میشه. یک مثال بسیار ساده، بله. شما وقتی که از امو در از خانه خود را باز میکنید و وارد سرک میشید، اگر ببینید که زباله ها و آشغال ها در هر جایی پخش هستند، چند حالت میتونه در شما ایجاد شود؟ اولین حالت شاید هم حس انزجار از امو شهر باشه. بله. این حس انزجار میتونه تکثیر شوه و میتونه به لایه های مختلف. خب یک بار است که ما از زباله ناراحتیم، بار دیگه خب کی است که وظیفه خود را انجام نداده؟
کسی که او را بروی زمین ریخته و کسی که باید او را جمع میکده و نکده و ناخودآگاه توقع داریم از شاروالی، از کسانی که مدیریت و شهر بر عهده دارند که یک فکری به حال این وضعیت بکنن. و پس ببینید که باز عمل کردی که بسیار زیاد دیدمی است که خود در که باز میکنیم همین وضعیت که ببینیم در دوباره میبندیم. اگر قرار است که امی یک رفتار یک خرد رفتار است در مدیریت شهری امی خوب انجام نشوه، زمینه ای که ما و شما با هم گفتگو کنیم کم میشه، چون ما هم دیگر رو نمیبینیم. یعنی وقتی مراودات شهری به حداقل از خود خوب برسه ما نمیتونیم هم دیگر رو ببینیم. حالا خب بسیاری میگن که شاید با اینترنت باشه، شما مفهمید که در بسیاری از مناطق اینترنت نیستم. بله بله. و اگر هم باشه خواهم ارتباط مجازی او حظی را که انسان از ارتباط رو در رو اختلاط کردن با دیگران داره را قطعا نداره. اگر خواهم دکتر اجازه بدن یک میان برنامه را ببینیم و باز در خدمت شما باشیم بسیار تشکر میکنم. بینندگان عزیز، از شما بزرگواران هم تشکر میکنم که بیننده برنامه خودتان هستید. شماره تماسی مثبت 964-780-255 43 را هم که حتما به خاطر دارید میتونید که از طریق واتساپ با برنامه خودتان در ارتباط شوید. هر کدام سوال که از کارشناسان محترم برنامه به ویژه خانم دکتر بیانی دارید میتونید که همین الان روان بکنید، قطعا به سوالات شما عزیزان پاسخ داده خواهد شد. یک میان برنامه کوتاه را میبینیم و برمیگردیم. سه سالگیش بر مدار عاشورها میچرخد، اتفاقی که تنین خنده های کودکانش را به غارت میبرد، در آتش میماند و میگذرد. فراد از چشمانش مهاجرت میکند، گرچه سه سال بیشتر ندارد اما صد سال شکایت از این اندک سال دارد. شکایت هایی که تاب باز گفتنشان را ندارد. بغضها روی هم جمع شده است و یک باره میخواهد فوران کند. سه سال بیشتر ندارد اما صدای گریش خواب آسوده یک شهر را برهم می زند و چقدر زود صدایش خاموش شد. رقیه نجیب، ای مهتاب شبهای الفت حسین، ای مظلوم ترین فریاد خسته، گلناز دانه پدر و انیس رنج های امه، رقیه رقیه کوچک، ای یادگار تازیانه های نینوا، سیل سیلی کربلا، دست های کوچکت هنوز بوی نوازش های پدر را می داد و نگاه های معصوم و چشمان خستت نور امید را به قلب عمه می تاباند. بمان که بی تو گلشن خزان دیده اهل بیت دیگر بوی بهار را استشمام نخواهد کرد. تو نوگل بهشتی، تو فرشته زمینی، پس بمان که کمر خمیده عمه مصیبتی دیگری را تاب نخواهد آورد. تو چقدر سربلند بیرون آمدی از دردها و دلتنگیها، صبر را از چه کسی به ارث برده بودی؟ نمیدانم، اما ایمان هم پای تو بزرگ شده بود. وقتی میان خون و آتش صدای گریت دل سنگ را می لرزاند و پاهای تاول زدت سختی ها را گلایه می کرد، همه چشم ها کور بودند و دل ها سنگین تر از آن بود که بار سنگینی دلت را سبکتر کند. سلام بر تو که در خنکای لبخند حسین علیه السلام رها بودی. سلام بر کوچکی گام هایت. سلام بر تو که آتش کوتاه تر از دامنت نیافت. شما دوستان عزیز بینندگان محترم برنامه
روشنا، شماره تماس مثبت 964-780-255-4013. عزیزان، پول ارتباطی است بین شما عزیزان و برنامه خودتان، برنامه روشنا. و شما عزیزان هر وقت که اراده کنید میتونید که از طریق واتساپ با همکاران از ما در ارتباط شوید. اگر کدام سوال، انتقاد یا پیشنهاد در مورد برنامه خودتان دارید، انشاءالله برای از ما روان بکنید. بسیار خوش میشیم که نظرات زیبای شما را ببینیم و بشنویم. همچنان در خدمت کارشناس محترم هستیم با ادامه مبحث در مورد شهر اسلامی. خب دکتر، بحث در مورد شهر اسلامی است و شما برای ما و بینندگان محترم از ما فرمودید که باید که اولا اصل اخلاقی عدالت حاکم بر اون شهر باشه. اگر ادعا میکنیم که ما میخواییم که یک شهر اسلامی داشته باشه و اگر که عدالت برقرار نشه، قطعا این شهر هر شکلی هم که داشته باشه، هر ساختاری هم که داشته باشه و مردم هر گونه مردمی هم باشن، قطعا این شهر اسلامی نخواهد بود. و دوم چیزی که فرمودید مثلی ابنیه و بناهاست، فرمودید که بناها چه اگر که به صورت فردی در نظر بگیریم، یک خانه‌ای که من برای شخص خودم میسازم باید یک ویژگی هایی داشته باشه، چشم نواز باشم توی که شما فرمودید، یک نفر که نگاه میکنه دیگه دلش بد نشه از دیدن ظاهر خانه از من، از سرک رد میشه و خانه از من رو ببینه بگه چه رقم خانه ناجور و زشتیست اصطلاحا. و همچنان به ساختار عمومی هم اشاره کردین، بناهای عمومی هم باید نمی ویژگی را داشته باشه. میخوایم که بیشتر در مورد ظاهر شهر اسلامی صحبت بکنیم، چون در مورد بناها یک چیزی که به ذهن از مرسد خانم دکتر است که وقتی که ما بناهای عمومی رو در کنار هم دیگه میچینیم، ساختار شهری رو شکل میدیم، این ساختار میتونه خودم این ساختار مخل اصل اولیه عدالت باشه. یعنی به یک نحوی ساختار شهر را سامان بده و کسی که مسئولیت شهر را داره که یک قسمت از شهر بسیار آباد باشه، از امکانات بهره‌مند باشه، از مزایا و مواهب و شهر بهره‌مند باشه و یک قسمت دیگه شهر این مواهب را نداشته باشه. کمایی که خواسته در شهرهای بزرگ چنین اتفاق میفته، ما هم در کابل و دیگه شهرها چنین چیز را شاهد بودیم و هستیم. در خدمت شما هستیم. بودم بله. من دیروز یک مصاحبه شنیدم و یک گفتگوی شنیدم و پیگیری کردم درباره بود که مردم یک منطقه بودند که به این که دقیقا نمی مسئله که احساس می کردند عدالت اجتماعی در باره اونها محقق نشده و احساس واقعی هم بود، این که دسترسی اونها به منابع شهری، به خدمات شهری و او چیزی که اما نیازهای اولیه اونها را برطرف می سازه محدود بود. و می گفتن که اگر که برای ما امیر وضعیت تداوم داشته باشه، راهی که پیش خود می گفتن و دمو بین گفتگو جریان داشت، اما راهی که می گفتن ما را انجام می دیم این بود که می گفتن ما از این منطقه می براییم، یعنی زندگی را اینجا ادامه نمیدیم. اگر قرار است که به مکتب دسترسی نداشته باشم، به شفاخانه دسترسی نداشته باشم، به یک بازار مناسب دسترسی نداشته باشم و به یک اشتغال حداقلی دسترسی نداشته باشم، در این منطقه زندگی نمی کنم، یا به شهر قبلی برمیگردم و یا در یک منطقه دیگه مراجعه می کنم. افرادی که می خواهند که امو نیازهای اولیه برطرف شد، چون ما درباره اما هرم مثلو هم صحبت کردیم، هرم نیازها، که اگر که سطح اولیه نیازها را ما برطرف بسازیم، میتونیم که امید داشته باشیم که میل به اخلاق شدن در ما بیشتر شود، میل به دیگر پذیری، همپذیری، میل به ای که نسبت به دیگران حساس باشیم، نسبت به دیگران دغدغه داشته باشیم در ما تقویه شود. خب باز امی افراد نگران ای بودند که اگر در این منطقه، در منطقه‌ای که منطقه کم برخوردار شهری بود زندگی کنیم، ما تمام زندگی از ما صرف این خواهد شد که مدرسه و مکتب بروم یا نروم، صرف این خواهد شد که یک بسیار کار ساده پزشکی اگر داشته باشم، به جایی که یک ساعت دو ساعت وقت مرا بگیره، شاید یک روز دو روز وقت مرا بگیره. و این باعث خواهد شد که مناطق کم برخوردار کم کم خالی از
مردم دغدغه‌مند شوند و خود جایی که یک فضای خالی ایجاد میشه میتونه که در او جرم و جنایت بیشتر اتفاق بیفته، گسترش پیدا کنه. وقتی که محدودیت های برای دسترسی به منابع ایجاد شوه. یک روایت است که روایت بسیار زیبا هم هست و قابل تعمیم هم هست به شرایط الان ما، که از امام علی علیه السلام است که میفرمایند مردم در سه چیز، در دسترسی به سه چیز حق برابر دارند. یک، در دسترسی به گیاهان صحرا که میتونه مال بگیم مراتع یا همو منابع که الان داریم. دوم آب و سوم آتش. آتش میتونه نمادی باشه برای همون منابع و معادنی که داریم. یعنی گیاه و آب و آتش یعنی مواهبی که در یک منطقه وجود داره، همه مردمی که جزء اون منطقه هستند و جزء همون کشور هستند یا شهر هستند حق برخورداری برابر دارند، با هم شریک هستند. اگر که ما امیر به عنوان یک اصل اولیه برای تحقق عدالت در نظر بگیریم و اگر که باز این در کنار روایت دیگه ای از حضرت رسول قرار بدهیم که در او مردم مانند دندانه های یک شانه بودن، یعنی با هم برابر بودن، قرار بدهیم میبینیم که سطح اولیه برخورداری برابر از امکانات شهر، از او چیزی که ما پانوان خدمات شهری نام میبریم، اگر که وجود داشته باشه یک سطح اولی از عدالت وجود داره. خب دکتر، نمی گپاره که شما میزنین ما یاد خاطرات روزمره ایمون میفتیم که در زندگیمون الان اتفاق میفته. دوستان و آشنایان خودم میبینیم که گرفتاری ذهنیشون، دغدغه ذهنیشون، تشویش ذهنیشون همین مسئله است که آیا عدالت در حق ما اجرا خواهد شد یا نخواهد شد، یا ما بعد از یک سال که به امروز نگاه میکنیم میبینیم که چقدر دچار خسران شدیم، چقدر ضرر کردیم و یک سال از عدالت محروم شدیم، یا برعکس. یا برعکس، چون هنوز اتفاق نیفتاده. بله. میتونیم که، ولی خب یک نگرانی وجود داره. خب دکتر، من یک گزارش میدیدم از لیلامیای کابل یا بازار کهنه فروش‌ها در کابل که میگفتن که ما قبلا لباس‌های دور هم می آوردیم اینجا خرید و فروش میکردیم، حالی مردم خانه و زندگی خود کلگی وسایل زندگی را، اگر یخچال، گاز، ماشین لباسشویی، دیگه وسایل کمود، اینا همه را میارن در فروش میلن و به ارزانترین قیمت چیزی را که بسیار سرش سختی کشیده را میفروشه و میخواین که از اینجا برن به خاطری که دلنگرانی دارن. و من حداقل با مواردی که من مواجه شدم و صحبت کردم میدونم یکی از مهمترین دغدغه ها و دلنگرانی ها مسئله عدالت است و به ویژه عدالتی که بین زن و مرد اجرا شود، چون متاسفانه یک دیدگاه هایی وجود داره، یک تقریر هایی از اسلام وجود داره که الان در حال اجرا شدن است که فکر میکنن که یک مرد از مواهب بسیار بسیار بیشتری باید بهره‌مند شود نسبت به یک زن و برای هموست که بسیاری از خانوم ها محروم میشن از تحصیل، از شغل خودشون، از وظیفه خودشون کنار گذاشته شدن. حتی خانوم هایی که نیازمند بودن، یعنی خانومی هست که سرپرست ندارن یا عائله‌مند است، اولادای یتیم داره، یعنی خانوم از وظیفه خودش کنار گذاشته شده. خود خانوم چیکار کنه؟ خانوم بیانی یا باید به گدایگری روی بیاره، دریوزه کنه، یا اینکه از اینجا بره دیگه. چون عدالت در منظر برخی از افراد چیزی که ما او را درک نمی کنیم. من نمی فهمم چه رقم عدالت است که یک خانم عوضی که یک شغل خوب داشته باشه، یک روزی حلال داشته باشه و برای خانواده خودش بیاره باید که دریوزه کنه، یا چه رقم عدالت است که یک خانم نتونه که ادامه تحصیلات بده و او استعدادهایی که خداوند مهربان در نهادش قرار داده اونا را شکوفا بسازه. بله، خب یک مسئله جدی است و ما وقتی که باز دوباره از منظر اخلاق شهری و شهروندی نگاه میکنیم به این میرسیم که هرچی که میزان گفتگوی ما با هم بیشتر شود، یعنی ما هم بگویم که منظور از ما از عدالت چی است،
ما بگویم که برداشت ما از روایاتی که درباره عدالت صحبت کردن چی است و شما هم بگویید اگر کمی در گفتگو بسته شود که ایچ شما کار خود خوره می کنید ما هم کار خود خوره بله. اما اگر که می خواهیم که و آلی حتی بحث خواستن هم نیست بحث ضرورت و باید است اگر شرایط ما به نحوی است که ما و شما ساکن یک شهریم و در امی شهر باید زندگی کنیم اگر که امی ضرورت وجود داره امی باید وجود داره خب بیایم تلاش کنیم درباره و صحبت کنیم بیایم که چون ببینید یک بار مسئله سیاسی میشه یعنی یک گروه حاکم میگوید که ما میخواییم که حکومت داشته باشم او بحث دیگر است ولی یک بار دیگر است که ما میگوییم که برداشتی که از عدالت میشه برداشت ناسعی است این میتونه بحث مبنایی تر باشه یک بحث علمی باشه چه زن چه مرد فرقی نداره فردی که نسبت به امی کلمه به امی واژه به امی گفتمان احساس میکنه که میفهمه یا درجاتی از فهم را داره میتونه که شریک این گفتمان باشه و اگر گفتمان عمومی شوه یعنی یک بار از بین ما و شما است یک بار از بینندگان ما هم مشارکت میکنن بار دیگر است که میبینیم معلمان ما هم مشارکت دارن بار دیگر یعنی اگر که تصریح پیدا کنه حداقل همین مطالبه گفتمان عدالت که بخاطر ای که ما نگران این نیستیم که کی حاکم است کی حاکم نیست یا نگران ای که کی پیسه گرفت کی پیسه نگرفت اونا خودشان میفهمن و خدایشان ما نگران این هستیم که ممکن است که نه ممکن است که ساختار اجتماعی و ساختار شهری بر نحوه زیست اخلاقی ما تأثیر گذار است میتونه آزادگی مرا بگیره یا نه میتونه مرا آزاده بسازه میتونه که مرا یک فرد عدالت خواه آره ما هم یک به عنوان یک انسان همین میل ها را دارم اما جامعه هم تأثیرگذار است بیرون از ما هم تأثیرگذار است چون ما گفتیم اخلاقی که در ما شکل میگیره یک اخلاق شبکه‌ای است یعنی اما طور که ما تأثیر میگذارم بر رفتار از خود ما اما مواجهه ما با شما هم تأثیرگذار است بر ما بر رفتار ما در اینکه من چه یاد میگیرم چه چیزی را ارزش قلم داد میکنم یا نه برخلاف او چه چیزی را ضد ارزش قلم داد میکنم ای که من بتانم آزادانه عرفی که دارم در امو گفتمان عادلانه و گفتمان اسلامی بیان کنم خود همین یک ارزش است و ممکن است که فضا را ما به سمتی پیش ببریم که همین ارزش تبدیل به ضد ارزش شود خب شاید که ریا شاید که نفاق شاید دروغی اموری که سیئه هستند توسط یک ساختار اجتماعی بر ما تحمیل شوه و ما بعد از یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال ببینم چیزی هستم که نمیخواستم باشم پس برای ما از این جهت ارزش داره و از این جهت یک بحث جدی است برای گفتگو پس انتظار ما ای است که اما افرادی که لااقل اما افرادی که جزء تحصیل کرده ها هستن افرادی که دغدغه دارن بیسن ما پیش بریم و امیر تبیین کنیم چون بسیار اوقات است که امی که یک واژه و یک گفتمان مبهم است خود امی ابهام میتونه انسان را بترسانه اما وقتی درباره او صحبت میکنیم میبینیم نقاط اشتراک ما با هم بسیار زیاد است بله پس بله. بنابراین چیزی که فعلا به نظر من میتونه که به عنوان یک عامل زیربنایی برای ما عمل کنه ای است استفاده کنیم از فرصت هایی که بدون اینکه سوگیری داشته باشیم و یک فرصت به خود ما بدیم که بدون اینکه تلاش کنیم در گفتمان بدون سوگیری یا با کمترین سوگیری نسبت به همدیگه و به نسبت به گذشته درباره آینده صحبت کنیم درباره که چی چیزی میخواییم که اتفاق بیفته درسته خان دکتر پس اگر ما بخواییم که مباحثی که امروز شما فرمودید را جان کلام را دریافت بکنم میتونیم بگیم که برای از ما فرقی نمیکنه ساختار شهر چی باشه شهر دستی کی باشه اما اگر میخواییم که شهر حقیقتا اسلامی باشه و اخلاقی باید که اخلاقی باشه
بله. شهر اسلامی باید که اخلاقی باشه و کمک کنه که شهروندان بتونن که مدارج اخلاقی رو طی کنن و به مراتب بالاتری برسن. اگر شهر باعث شود که و ساختار شهر باعث شود که بعد از 4 سال 5 سال که فرد به خودش نگاه میکنه، حضور او در شهر باعث پسرفت اخلاقش یا حداقل باعث ایستایی اخلاقش شده و ببینه که هیچ رشدی نداشته، پس احتمالاً اون شهر یک شهر اسلامی نبوده. خب دکتر اگر در حد 30 الی 40 ثانیه یک جنبندی بفهمید بسیارش کن. پس ما درباره ساختار بسیار صحبت کردیم، درباره ای که اما شهر ما باید چه منظری داشته باشه و چطور مدیریت شده هم تا حدی صحبت کردیم. بحث دیگه ای است که رفتار شهروندان ما هم باید در خدمت شهر باشه. چطور ما کمک کنیم به اینکه خدماتی که در شهر انجام میشه، وقتی میگیم خدمات بسیار دامنه را وسیع بگیرید، کمک کردن ما به همدیگه جزو خدمات شهری است، این دستگیری ما از همدیگر جزو خدمات شهری است، رفتار ما باید رفتاری باشه که کمک کنم این خدمات عمومی توسعه پیدا کنم. چطور میتونه توسعه پیدا کنم؟ ما مدل هایی که در گذشته اتفاق می افتاده، مثل وقف، مثل صدقه، مثل کمک های شبکه دیگه ای که اتفاق می افته، انشاءالله تلاش می کنیم که در روزهای بعدی و دوشنبه های بعدی بیشتر درباره اونها صحبت کنیم. اما به خاطری که می خواستیم که قبل از اینکه وارد هم شویم فضا را بهتر بشناسیم و بهتر بدونیم و دوباره یک بازگشتی داشته باشیم به دغدغه اولیه، امروز را با همی بحث در خدمت شما بود. بسیار تشکر از شما خانم دکتر، بسیار استفاده کردیم. انشاءالله که بینندگان محترم دوشنبه ها را فراموش نکنید، هر دوشنبه در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر بیانی هستیم و با همین مباحث اخلاق شهروندی با هم دیگه گفتگو میکنیم. انشاءالله که همراه ما باشید. بینندگان محترم ما، شماره تماس ما رو که فراموش نمیکنید، مثبت 964-780-255-4013 شماره برنامه خودتان، برنامه روشناست و میتونید که از طریق واتساپ با ما در ارتباط شوید. بسیار خوشحال میشیم اگر انتقاد یا پیشنهادی در مورد برنامه خودتان دارید ما را شریک بسازید. حتما سعی میکنیم که نظرات شما را در برنامه اعمال بکنیم تا انشاءالله برنامه رو به بهبود باره. عزیزان و محترمان، به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر زیبای کابل هم نزدیک شدیم. ما را از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. با همراه کارشناس محترم خانم دکتر بیانی از حضور شما مهربانان مرخص میشیم. در پناه خداوند مهربان باشید. صلات الله سلام الله، صلات الله سلام الله عليك يا أجمل خلق.